آمادگی را دارد که کاظم جلالی رئیس جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی گفته است. پیشنهادی که بعد از سخنرانی یک سال پیش آیت الله خامنه ای از سوی مقامات جمهوری اسلامی جدی‌تر دنبال می‌شود. احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه. در نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از رهبر رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام است. با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و رئیس هیئت دولت است. آنچه رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده ساختاری مشابه دهه اول انقلاب اسلامی است، یعنی احیای نخست وزیری. نخست وزیری که از سوی مجلس انتخاب می‌شود، رئیس هیئت دولت است و البته مسئول در مقابل مجلس شورای اسلامی. این تنها یک روشی هست برای اینکه بتونه درجه اول احمدی نژاد رو که در شرایط کنونی مشکلاتی رو برای در واقع مدیریت کشور ایجاد کرده رو کنار بگذاره و از سوی دیگه شرایط رو برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی به نحوی مهیا بکنه که تجارب گذشته مثل دوم خرداد یا 22 خرداد و تجاربی نگیره این دوباره به سراغ نظام جمهوری اسلامی نبود. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی، نام او به تغییرات احتمالی در ساختار جمهوری اسلامی بی ربط نیست. برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. سال 88 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و هرگز نتیجه آن انتخابات را نپذیرفت. بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88، آیت الله خامنه ای تصمیم به تغییر پست ریاست جمهوری گرفته است. برخی معتقدند این تصمیم یک فایده برای رهبر جمهوری اسلامی دارد و آن حذف یک سمت انتخاباتی دیگر است، چون اگر تغییرات مد نظر آیت الله خامنه ای اعمال شود برای انتخاب نخست وزیر دیگر نیازی به برگزاری انتخابات نیست. انتخابات همیشه در کشور ما یک حادثه چالش برانگیز است تا یک حدودی. تغییر ساختار فعلی به نظام پارلمانی به آسانی امکان پذیر نیست، به خصوص که برای اجرای آن به تغییر قانون اساسی نیاز است. این یعنی برگزاری رفراندوم قانون اساسی. از منظر قانون اساسی البته این پروسه زمانبر خواهد بود. منتهاش من تصور میکنم اگر ارادهشون به این باشه که بخوان در واقع این تصمیم رو بگیرن ممکن هست این کار رو انجام بدن، هرچند که بازنگری در قانون اساسی نیازمند تشریفاتی است که خب این تشریفات هم قواعد خودش رو داره. به انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده ایران تنها 10 ماه مانده و به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی تا این انتخابات ساختار نظام را تغییر ندهند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.